کمتر از زن دشنام معلم ما بود، آموزگار بی ادب، فرهنگی بی فرهنگ در مستطیل تعلیم و تعلم. چنین خطاب میکرد شاگرد بی گناهش را. و بعد دانستیم که دشنام پدران ما نیز بود. آنها بزرگان ما زنده ترین مفهوم را ملات ناسزا می کردند که خود سزاوار بودند، که اسطوره آزار بودند. به ما آموخته بودند که تدایی کنیم هر فتنه و هر سیاهی، هر جنگ و مصیبت را زن سرآغاز بوده است. قامت حیوانی خود را توجیه می کردند و سنگ و ضرب و شلاق جایز بود بر بیت و مصرع پیکر زن. گریه مادر طبیعی بود و ما دست تسکین را بر شانه‌اش دریغ کردیم. سال تحویل و تولد و یلدا با فریادی به کامش زهر کردیم و او روانه روزه و امامزاده و عزا شد و گریست، گریست، گریست. استاد رکیک غافل بود که زن نه خود کم از چیزی که بیشتر از هر مفهومی است، که زندگی را زن موسیقی است، گرمای نوازش و بوسش آبی است بر آتش، آتشی است بر آب، و آغوشش بهشتی است معطر که رایحه لبخند می بخشد. خانه گرم از نفسهای زن و دستانش اعجاز شفا، سینش آرامگاه شعر. بانوی بانوان، خانم، به جای پدران و آموزگاران عذرخواهی می کنم. بپذیر که پذیرایی، ببخش که همیشه بخشیده ای، بخند که تو آرام جان و جهانی. انگار که شام رنگش پریده، پشتش خمیده، به ته رسیده. باید که امروز پشت هم باشی، یک صدا باشی، چون کوه از هم نپاشی. با رقصگی سوی تو، با توی موی تو، پشتمون گرم به هم، هم صدا. تا عطر آزادی، نغمه شادی، به پیچ باز توی کوچه ها. همه فردا به رشته آلمه، دیروز راهی پر غم، امروز
پشتمون گرم به هم هم صدا تا عطر آزادی نغمه شادی به پیچ باز تو این کوچه ها با درود گرم داریوش باقری هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هستید. این برنامه روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 6 است. بقیه روزها هم ساعت 4 است به وقت لس آنجلس تقدیم شما می شود عزیزان دل. تکرار برنامه را فردا صبح همان روز ساعت 6 تا 7 صبح میتونید ملاحظه بکنید. در ضمن در یوتیوب تلویزیون پارس تی وی، یوتیوب پارس تی وی میتونین به همه برنامه از جمله برنامه این روزها رو اگر از دست دادید ببینید. بیشتر مردم وقتی که یک هندوانه را به خانه می آورند با کارت زدن و دیدن سفیدی آن اولین کاری که می کنند دور انداختن هندوانه سفید است. می خواهم یک راهکار جالب به شما آموزش بدم که تا حالا نمی دانستید. اگر هندوانه را با کارت تکه کردید و دیدید سفید است آن را دور نیندازید. تکه جدا شده از هندوانه را به همان طریق که جدا کرده اید سر جای خودش قرار دهید. سپس یک عدد پلاستیک بزرگ که بهتر از سفره یک بار مصرف باشد را به میزانی که بتوان کل هندوانه را در آن پیچید تهیه کنید. هندوانه را به صورت کامل در پلاستیک یا سفره یک بار مصرف بپیچید. برای مدت 24 ساعت در جای گرم مثل حیات نگه دارید. بعد از 24 ساعت هندوانه را بیاورید و در سینی بزرگی باز کنید و دوباره با کارت تکه کنید. خواهید دید که هندوانه شما در کمال ناباوری همچنان سفید است. حالا در این مرحله آن را دور بیاندازید. واقعا فکر کردید هندوانه دوباره قرمز می شود؟ رأی دادن به امید اینکه واقعا کسی بهتر از رؤسای قبلی جمهور در جمهوری اسلامی سر کار بیاید و اوضاع عوض شود همینقدر بی نتیجه است. هی فکر نکنید که حالا بریم سراغ این یکی کارو بهتر میکنه، این یکی بریم کارو بهتر میکنه، اصلاح طلب و نمیدونم بقیه شون یادم هم رفت دیگه اون یکی شد چی میگه اصولگرا، همه شون یکی هن، فرقی نمی کنن. باید جمهوری اسلامی بره، فقط همین. محمد دادگان رئیس فدراسیون فوتبال سابق بود در یک مصاحبه مطالبی رو عنوان کرده که دمش گرم، بازم نگاه کنیم. مردم ما رو نمی خوان، شما رو نمی خوان. نه حالا منظورم شهردار باشه، شورای شهرش، بالاتر از اون مسئولین دیگر رو. شما هر اقدامی بخوای بکنی، به قول یه دونه روحانی ها در تلویزیون داشت میگو ما راست هم بگیم کسی قبول نمی کنه، هرچی ما بگیم برعکس میکنه. خب عمل کرده ته، کارته. شما از یه مسئول بیار اینجا بشون، ازش این سوال کن، بگو دید شما، ویژن شما برای آینده چیه؟ به قرآن هیچ کدوم نمیدونن. یه از قرآن بالاتره؟ فقط امروز رو به فردا رسوندن، پول نفت گرفتن و خرج کردن. اینایی که امروز خودشون رو برای نظام جر میدن و میان تو همه جا هستن، تو استادیوم ها هستن، تو خیابون ها هستن، خارج از کشور سفرها هستن، همه اینا. خدا یه روز برای مسئولین ما، یه روز
حتی یه روزم نه، 5 ساعت بگیم که آقا جمهوری اسلامی نیست. همه اینا به این بله اون بعدی سینه میزنن یا نه؟ شما فکر میکنین میشن تیمسار رحیمی؟ که بگن رأیمونم میدی؟ به ندرت کسی رو پیدا کنی. همه اینایی که آوردی با تطمیع کردنشون به وسیله پولای هنگوف، آوردن سر کار، اگر نه یه آدمی که وزین باشه، مردم دوست باشه، تو هر جا، توی مجلس، مجلس چقدر حقوق میگیره؟ 30 میلیون نماینده، با قول خودشون که من باورم نمیشه، سالش میشه چقدر؟ 300 میلیون. 4 سال نماینده باشه میشه 1.2 میلیارد. میاد 5 میلیون هزینه کنه بره تو 4 سال 1.2 میلیارد بگیره. من اینا تو پخش زنده گفتم، نکنه پخش نکنی، خیالتون راحت بشه. یه نماینده ای که 1 میلیارد حقوق میگیره تو 4 سال به قول خودشون که من باورم نیست میگیره، میاد 4 میلیارد هزینه میکنه، قرعه کشی پراید میکنه، به کسایی که بهش رأی بدن جایزه میده. به محض که اومد به مردمی که اعتراضی بکنن بگی آقا اینا رو بگیریم اعدام کنی، تو نماینده مردمی؟ چی کار کردیم برای این مردم؟ 45 ساله داریم میگیم بهتر میشه بهتر میشه. چی بهتر میشه؟ بهتر که نشد، بدتر شد. اعتقادا و جوونیام رفت. ما به داد این مردم برسیم. همش هم میگین عالیه. خب عالیه، یه روز اعلام کنه آقا مردمی که سیاستهای ما رو قبول ندارن، میدونن ما نمیتونیم این مملکت رو بچرخونیم، که من میگم اولیش منم، بیان آقا میدون آزادی. این بر علیه دولت کار کردنه. بابا هم مردم یه آمار بگیریم، هم مردم یه رفراندوم بگیریم. میگه با مایی کنار ما بار، بر مایی برو تو خونه. دروغ، فساد، جابجا کردن، ناحق گفتن، عدالت زیر پا گذاشتن، بیا سر کار. من از شما 2 تا سوال میکنم. این جوون هوریا غفوری با چی بره؟ علی دایی با چی بره تو خونه؟ کریم باقری با چی بره تو خونه؟ علی و کریمی کی فرالیش دا؟ شما ها؟ اینا چرا برن؟ کی کرد؟ شما ها کردین؟ من اگه بگم آدم بدی هم؟ هوریا غفوری چیکار کرد؟ از مردم شرف زد، گفت مردم شهر من تحت فشارن. بله. به کی بی اطلاع میکرد؟ اگه نمیگفت میگفتن 2 برابرم بهش، یه چیز 3 برابرم بهش حق و زحمه بدی بیاد بازی کنه. علی دایی چی گفت؟ از مردم اشتفا کرد. کلیم آقاری چی گفت؟ از مردم اشتفا کرد. به خدا من سالی یه بارم اینا رو نمیبینم، چندین سال، ولی دلم میسته که این حرف رو میزنم. وقت اونایی که کران ایران بودن همه صبح اولین نفر سر کار بودن. چرا؟ میبینن حقشون 1 میلیارد 3 میلیارد بهشون دادن، میگه باز چی حرف بزنم؟ میگه الان که سر کارم پولارم دارم میگیرم. پس عدالت چی شو؟ حقیقت چی شو؟ مردمداری چی شو؟ همه رو کوبیدی که خودت بمونی پولا رو بگیری بفرستی مال آب. توماس پسر خیلی چاقی بود. او باهوش و مبتکر اما زود باور بود. روزی استاد که یک کشیش بود داخل کلاس گفت همین الان در بیرون کلاس خری در حال پرواز است. توماس با عجله بیرون رفت تا خر در حال پرواز را ببیند. وقتی برگشت همه به او خندیدند.
اما توماس مطلبی گفت که تا اعماق هر تفکر نفوذ میکند. او گفت اینکه خری پرواز کند برای من قابل باورتر است از اینکه کشیشی دروغ بگوید. کلاس در سکوت معناداری فرو رفت. دروغگویی متولیان رسمی هر دینی بزرگترین لطمات را به همان دین وارد میکند. ژان ژاک روسو خطاب به روحانیون مسیحی میگوید دست از اثبات حقانیت مسیحی بردارید، چون مسیحیت واقعا برحق است. بیایید اثبات کنید که خودتان مسیحی هستید. این چیزی است که نیاز به اثبات دارد. به همین سیاق باید خطاب به تمام مذهبیون دنیا گفت دست از اثبات وجود خدا بردارید. وجود او نیازی به اثبات ندارد. شما با رفتار نیکتان اثبات کنید که به وجود خدا اعتقاد دارید. حسین امانت، معمار برجسته ایرانی که یکی از شاهکاراش میدان شهیاد هستش، در روز گذشته در دانشگاه بریتیش کولومبیا در کانادا جایزه دکترای افتخاری بهش دادن. سخنرانی کرد که اشک خودش و اشک همه رو این سخنرانی در آورد. تبریک میگم به جناب آقای حسین امانت و این شاهکاری رو که در ایران به یادگار برای ما گذاشت. نگاه کن. By the authority of the Senate of this university, I confer upon you, Hossein Amanat, the title and degree, Doctor of Letters, honoris causa. Congratulations. Chancellor, thank you for this great honor, and thanks to the University of British Columbia and the School of Architecture. This is a memorable moment in my career of some 60 years. 44 of these years was spent practicing architecture in beautiful city of Vancouver. I am thankful for all the opportunities, the safety and freedom, especially freedom, that Canada has generously offered to me and my family. یکی تعریف میکرد، میگفت ما یک گاریچی تو محلمون بود که نفت میابرد در خونه ها، به اون میگفتن عمو نفتی. یه روز منو دید و گفت سلام، ببخشید خانتونو گاز کشی کردین؟ گفتم بله. گفت فهمیدم چون سلام هایت تغییر کرده. من تعجب کردم، گفتم یعنی چی؟ گفت قبل از اینکه خونتونو گاز کشی کنین خوب منو تحویل میگرفتی، حالمو میپرسیدی. همه اهل محل همینطور بودن، هر کس خونش گاز کشی شد دیگه سلام علیکش تغییر کرد. از اون لحظه فهمیدم 30 سال سلامم بوی نفت میداد، عوض این که بوی انسانیت و اخلاقیات بده. اخلاقیات خیلی مهمه، مخصوصا در نزد مسئولان و منادیان جمهوری اسلامی که بیداد میکنه. انقدر این آدم ها صادق، درست و چی بگم، از شخصیتش هرچی بگم کمه. ببینید طرف مسئله ای رو عنوان میکنه که آدم حیرت میکنه که مخاطب این آدم ها کیا هستن، آخه در چه سطح سوادی، در چه فرهنگی هستن. حیرت انگیزه. نگاه کنین، یه میمونی صدا ما میزن، پسراجی 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 شما رو صدا میزن. آره این میدونست مرا، میشناخت دیگه، قشنگ اشاره کرد با دست همین میمونیش که فلانی من دارم تو را صدا میزن. سبحان الله، تو کی هستی که مرا میشناسی؟ گفتم شما کی هستی؟ گفت من فلانی هم، خودشم معرفی کرد. سبحان الله، تو آدم به این خوبی؟ گفت همه اینا را دیدی؟ خوکا را دیدی؟ کرما سبز انگور را دیدی؟ ما را دیدی؟ ما همه آدمیزاد. گفت من از نمایندگی همه اینا خودم را معرفی کردم پسراجی، که بهت بگم در زمان شماها در این زندگی میکنیم که امام زمان سلام الله علیه میاد نزدیک، ظهور امام زمان سلام الله علیه نزدیک.
گفت وقتی آقا جون اومد به خدمتش انشالله مشرف شدید تشریف آورد و دیدینش، یکی خواهش ازت ما به کلی از همه اینا اگه دیدینش، اگه دیدیم انشالله یه خواهش ازتون داریم به نمایندگی همه اینا دارم صحبت میکنه. خب ما انشالله دعا کنه آدم وارد محشر بشیم، اگر آدم وارد محشر نشیم مورد شفاعت اجدادش قرار سبحان الله. بریم برای اینکه یه ذره حالمون خوب بشه، صالح علای عزیز یک شعری رو که خودش گفته دکلمه کرده، یک کلیپ زیبا هم براش ساخته شده. بریم یه ذره حالمون عوض شه. آهو تو که رفتی همه رفتند، کوه جان بر لب شد، گل داوودی با تأخیر شکفت، آخرین روز جهان هم شب شد. درختان گفتند تو برو دنبالش، ما همینجا میمانیم. تو دنیا گلدانی خالی است، اگر از من میپرسی همچنان پنجره بردوش به دنبال نسیمم، آوارترین کول بره روی زمینم. آه آهو آهو، عاشقانه ای از هوشنگ گلمکانی. و اما برای اینکه لبخندی هم به لبتون بیاد، بریم نگاه کنیم ببینیم که منادیان این حکومت، کاسبان دین که در این حکومت به همه جا خودشون رو رسوندن، بریم طرز تفکر این دانشمندها رو ببینیم و بخندیم. از هزار تا هزار صد، از هزار تا هزار صد، هزار سیصد سی، نه هزار صد و سی، از هزار تا هزار صد، هزار تا هزار صد، صد هزار تا هزار صد، صد هزار تا هزار صد یازده، سال وفات امامی متن مجلسی هزار و صد و یازده. عرض کنم که حالا از هزار تا هزار صد هم یه عدد بفرمایید، حالا هزار و مثلا هزار و کم پایین تر، چهل و خورد پنجاهی چیزی، هزار پونصد پنجاه پنج. و ما هم گفتیم هر مدرک ما داریم اعلام میکنیم، هر کس بیاد ثابت کنه این مدرک دروغه، برای هر مدرکش 100 هزار تومان جایزه میدیم. هم ضال، هم مضل، هم خودش گمراهه و هم گمراهگره. بعضی از مراجع ما فتوا به ارتداد و وجوب قتلش دادن، مثل حضرت آیت الله مهائری، اینها چون این واقعا از مصادیق مفسد فی الارضه،
اهل سنت نسبت به ازدواج، حالا ازدواج دائم، آیا بیشتر از چهار تا رو هم جایز میدونن یا نمیدونن؟ شما عرض کنم آیه قرآن هست، فنکو ماتا و بلکم من النساء مسنا و ثلاث و ربا. بله. برای شما عرض کنم این رو البته بعضی از آقایان تا نه تا را جایز میدونن. برای شما عرض کنم جناب آقای زیعلی متوفای 743 هست، میگه نه تا اشکالی نداره. چرا؟ چون آیه قرآن میگه فنکو ما تا بلکم من النساء. برای شما عرض کنم چی آیه را بخوانید بیاد، فنکو ما تا بلکم من النساء مثنا دو تا و ثلاثه سه تا. بله. برای شما و ربا چهار تا. بله. و این خفتم و این خفتم لا تعدل فواحده، پس این مجموعش میشه نه تا. عجب. خدا گفته یا دو تا یا سه یا چهار میشه نه. میگه آقا خدا نگفته یا دو تا یا سه تا یا چهار تا. خدا گفته دو تا دو تا بگیری، سه تا سه تا چهار تا. ببینید این آقایان بفرمایید 654 حدیث 33 بفرمایید. آقایان دقت کنن، آجا کتاب رو زحمت بگیرید، ممنون میشم. بفرمایید حدیث شماره 3306. خب از کی؟ جابر بن عبدالله انصاری. یقول کنا نستمتعو، ما مطعمی کردیم بالقبضت من التمر و الدقیق، به یک مشت خرما و آرد. الایام علی عهد رسول الله، در تمام دوران پیغمبر ما چیکار میکردیم؟ زنان را سیغه میکردیم و ابی بکر، زمان ابی بکر هم سیغه میکردیم. حتی نها عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث، تا اینکه عمر در قضیه عمرو بن حریث آمد نهی کرد. خب بفرمایید این چیه؟ میگه ما زمان پیغمبر سیغه می کردیم، زمان ابوبکر هم سیغه می کردیم، زمان عمر هم یه مدتی سیغه می کردیم تا عمر آمد نهی کرد. خب جابر چی میگه؟ یعنی زنا می کردیم؟ میگی کنا، یعنی ما صحابه نستمتعو، عمل می کردیم اینجوری، ما صحابه اینطوری به سیغه و مدعه عمل می کردیم. این دیگه مال صحیح مسلم شماست، این دیگه کتاب کافی بهار که نیست دیگه، سند هم که شما نمیخواید اونجا ما سند براتون بخوانیم. اگر سندم میخواستید من دونه دونه راویانش رو براتون بررسی سندی میکردم. تقاضایی از بینندگان عزیز داشته باشم، همه عزیزان من چه داخل و چه خارج، عزیزان شیعه، اونایی که دیدن دیشب این گنچه های ولایت چه واقعا دستگلی را تقدیم حضرت زهرا کردن. و من خواهشم اینه عزیزان، در زمان شاه یک تبلیغاتی رو انجام دادن، بعد از پیروزی انقلابم باز یه مدتی بود این تبلیغ کثیف و ننگ اولاد کمتر زندگی بهتر. خب دیدید مراجع ما خود رهبری و غیره موضع گرفتن. شما که واقعا دیدید این گنچه های ولایت چه کردن، از همین امشب تصمیم بگیرید از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید انشاءالله، به عشق حضرت زهرا، به عشق امیر المؤمنین، به عشق این که شما بیایید حداقل پنج فرزند به نام خمسه طیبه، یا عزیزان ایرانی ما هشت فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه، یا دوازده فرزند به نام دوازده امام، یا چهارده تا به نام چهارده معصوم. حالا من نمیدانم اگر خلاصه خمسن رو ندی ما از کمتر از پنجتا قبول نداریم ما. اونهایی که واقعا تأثیر پذیر بودن از این برنامه و دیدن این شیربچه های فاطمه زهرا و شیربچه های امینون چه کردن، بیایید فرزندانی رو انشاءالله تربیت کنید، فرزندانی رو انشاءالله به حول قوه الهی از همین امشب دست به کار بشید و تصمیم بگیرید یک یا علی و یک یا زهرا خلاصه عملیات پنج فرزندی، هشت فرزندی، دوازده یا چهارده فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید و با مشت محکم و با لگد محکم بر این فرهنگ شوم 1130
از 1000 تا 1100. 1000 تا 1100. 100. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درودی دوباره به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داریوش باقری هستم در برنامه این روزها. پیرزنی با عصا میخواست از خیابانی پرترافیک بگذرد ولی جرأت نمیکرد. از سر خوششانسی سیاستمداری اسم و رسمدار از آنجا میگذشت. زیر بغلش را گرفت و کمکش کرد تا پیرزن از خیابان رد شود. پیرزن خیلی تشکر کرد. سیاستمدار گفت شاید برای جبران خوبی من دفعه بعد در انتخابات به من رأی دهید. پیرزن با خنده گفت گمان نمی کنم مادر، این پاهامه که مشکل داره نه مغزم. انتخابات نزدیک در جمهوری اسلامی، اما اگر یه جمله معروفی هستش میگویند که اگر در حکومت‌های دیکتاتوری انتخابات تأثیری داشت مطمئن باشید به هیچ کس اجازه نمیدادن در انتخابات شرکت کنه. ولی هیچ فرقی نمیکنه کی بیاد بالا کی نیاد. نگاه کنید تا به مردم که هر دولتی اومد، هر دولتی با هر گرایشی که گفت من در ساختار فعلی میتونم مشکل شما رو حل کنم، با پشت دست بزن تو دهنش. داره دروغ میگه. در چارچوب این حکومت هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. ساختار اجازه تغییر رو بهت نمیده، اجازه اصلاح رو هم بهت نمیده. از آخوندی سوال شد حاجی تقلب رسوندن به بچه ها سر جلسه امتحان گناهه؟ گفت آره پسرم، گناه بزرگیه و شما نباید دخالت کنی و بذاری دوستانتون خودشون سنجیده بشن. گفت مگه این دنیا مکان آزمون الهی نیست؟ گفت آره. گفت خب پس چرا شما تو آزمون الهی دخالت میکنین که مردم چطوری زندگی کنن؟ بذارین خودشون سنجیده بشن. این آقای حسین شنبه‌زاده کاربر توییتر و ویرستار هم هستش، یه پستی رو از خامنه ای زیرش یه نقطه گذاشته، فقط یعنی پست رو لایک کرده یه نقطه گذاشته. خود این در حقیقت توییتی که اینجا گذاشته شده، بذارید من دقیق نگاه کنم بگم بهتون چند تا چیز داره، یه لحظه بذارید. این خود پست 7.2 یعنی 7000 خورده ای که لایک گرفته، اما این یه نقطه ای که شنبه‌زاده گذاشته 14400 کی گرفت، کیلو 14000 تا لایک گرفته. به همین خاطر ایشونو بازداشتش کردن، گفتن یعنی چی وشتی زیر پست خامنه ای یه نقطه گذاشتی؟ نقطه وقتی یه جایی میذاری یعنی کار تمام دیگه، جمله تمام تمام. و ایشونو بازداشتش کردن، ایشون الان در بازداشتگاه به سر میبرن. اما دختر خانم رئیسی اومده از رئیسی، سوادش این خود باباشه دیگه، اومده از باباش تعریف کنه، گفته پدرم در توسل و در تهجر فوق‌العاده بود. تهجر میدونی یعنی چی؟ ارتجایی و کسی که مال عصر حجر، دوران سنگی هستش. بریم گوش بدیم ببینیم چی گفته. در ذکر و توسل، در تهجر، ایشون فوق‌العاده بودن. میگوید معمولا در جوامعی که مردم زیاد قسم میخورند، دروغ در میان آن جماعت بیشتر رواج دارد. اینو ویکتور هوگو گفته. اومدن برای انتخابات گزارش از تلویزیون میگیرن، گزارشگر تلویزیون داره میگه کیا اومدن ثبت نام کردن، میرسه به بقایی. بقایی جزو
دولت احمدی نژاد بود دیگه. ببینین چقدر اینا زبونن آخه، نگاه کنین. عرض کنم که تا حدود ساعت 10:30 افرادی که ثبت نام کردن اغلب اشخاصی بودن که برای مردم شناخته شده نیستند و در واقع گمنام بودند، اما بعد از اون آقای مسعود ظریبافان رئیس بنیادشاهی در دولت دهم وارد در واقع ستاد انتخابات شد و ثبت نام خودش رو انجام داد. در حال حاضر هم آقای حمید بقایی در واقع خب ارتباط ما با صداد انتخابات کشور قطع شد. ادامه ارتباط ما در صداد انتخابات کشور و همکارم خانم نوری. نگم بقایی رو. خانم نوری صدای بنده رو دارید؟ نه بقایی رو میگم داره میاد دیگه. بقایی رو میگم که داره میاد. نگم بقایی رو نگم. نگم بقیه را الان داره لایت پخش میشه. میگه شما شبیه به کسانی خواهید شد که بیشترین رابطه را با آنها دارید و معاشرت میکنید، پس سعی کنید با کسانی معاشرت بکنید که ذهنی ثروتمند دارن. آلبرت اینشتین گفته اینو. اما یک خبر بد دارم برای کسانی که متدینی که همه کار میکنن، این متدینین که برن بهشت و حوری گیرشون بیاد. میدونین که اینایی که خیلی اعتقادات مذهبی قوی دارن تمام کارهایی که در این دنیا میکنن، قتل، غارت، کشتار، شکنجه، دزدی، اختلاس، همه این کارها رو که میکنن فقط به امید اینن که نماز میکنن، روزه میگیرن، فلان میکنن که چی؟ که یه روزی برن بهشت، حوریا رو اونجا ملاقات کنن. اما خبر بد براتون دارم، نگاه کنین. نوشته حوران بهشت نیز با حجابند. متاسفم براتون که فکر کردین الان برین اونجا چه به گیر شما میاید. جاله آموزگار مصاحبه‌ای کرده راجع به کوچ جوانها از ایران. متاسفانه که به ناچار میکنن این کار رو و برای پیدا کردن زندگی بهتر حقشون ره. ببینین چی میگه. جامعه ما سردرگم. یکی از دردای من که ممکنه خود منم مقصر باشم برای اینکه دختر منم در خارجه اینه که جوانای ما از این سرزمین میره. این درد من متوجه هستید؟ چرا؟ من نمیدونم، نمیتونم بهش بگم برو یا نرو، ولی غم دلمو میگیره. متوجه هستید؟ این جوانای ما که میرن، ببخشید اگر من گاهی متأثر میشم برای اینکه از ته دلم حرف میزنم، از نفت ما مهمتره، از مس ما مهمتره، از طلای ما مهمتره، اینو مغزای درجه یک ما میگی. ولی خب این حیفه، ما پروروندیم، ما بعد به وجودش آوردیم، ما اینا رو این به این درجه رسوندیم، بعد از دستشون میدیم، چی میمونه برای یه خاطر؟ یه عکسی رو الان نشونتون میدم از یه سری پله است که هنرمندای این دست راست، عکس دست راست، هنرمندای باز هزینه شخصیشون خیلی هم خوش ذوقن برشتن این پله ها رو ببینید دست راست چجوری نقاشی های زیبای در حقیقت ایرانی کردن. یه دهی هم میومدن اونجا عکس میگرفتن حتی با این پله ها. یه آدم معلوم الحال که معرف حضور همه هم هست اعلام کرده که اینجا ترویج بیهجابی میشه، دستور داده که همه این نقاشی ها روش رنگ سبز بزنن. این آدم نادان و جاهل کسی نیست جز زاکانی شهردار تهران، حالا خودشو کاندید ریاست جمهوری هم کرده، قالیباف هم خودشو کرده. قالیباف هم که میدونید دیگه بهتر از زبان شاکر بشنویم. عمو باقر بعد از اینکه ثبت نام کرد گفت من نگران کشور و فرزندانمون هستم و باید کاری کنم واسه شون. عمو باقر کدوم فرزندان؟ اگه منظورت فرزندان خودته که نگران نباش، خدا رو شکر از آب و گل در اومدن و خود ساختم هستن. کدومشون بود؟ الیاس یا اسحاق که با حقوق 1,000,000 و یه موتور تا کانادا رفت؟ دیگه چی میخوای؟ این شیر فرزند نگرانی نمیخواد.
و یا اگه منظورت از فرزندان ما هستیم، نگران ما هم نباش، به قدر کافی خیرت به ما رسیده. فیلترینگ، گشت ارشاد، تورم، نگران نباش. هر چقدر شما کمتر نگران ما باشید، کمتر به ما سخت میگذره. حتی میگوید در جامعه ای زندگی میکنیم که بسیاری از مردمش با یک استخاره هدف تعیین میکنن و از هدف خود دست میکشن با یک عطسه، میگن صبر اومد. این جهل و نادانی یک جامعه نیست؟ آیا کاندیداهایی که رفتن برای ریاست، تعداد کاندیداهایی که رفتن ثبت نام کردن برای ریاست جمهوری، تعداد رای دهندگان 100% بیشتر خواهد بود؟ بریم یک طنز در رابطه با یکی از اهداف این کسایی که رفتن خودشونو کاندید کردن بشنویم. خب بسیار عالی. اون وقت اگه تایید صلاحیت بشی و رای بیاری چه برنامه‌ای داری؟ من دقیقاً جوونم. من میگم جوون ما باید ماشین خوب داشته باشه، پول خوب تو جیبش باشه، کار خوب داشته باشه، حداقل بتونه سالی دو سه بار بره کشورهای خارجی رو ببینه و برگرده. بسیار عالی. اون وقت شروع برنامه‌تون از کجا؟ از خونه خودم. دو تا بچه‌م هستن. میخوام براشون اول ماشین خوب بگیرم با خونه خوب. یه چند تا سفر خارجی بفرستم چون برن دنیا دیده بشن و برگردن. نه، به غیر بچه‌های خودتون. بچه داداشم اینا هم قراره تو ستادم پوستر بنر برام بچسبونن. قول دادم اگه اوکی بشه همه چی برای اینا وام جور کنم. نه آقا، به غیر اقوامتون، اونایی که بهتون رأی دادن، با اونا چه صحبتی داری؟ اونا تشکر میکنم ازشون. تشکر خالی و سپاس فراوان. حاضری رئیس جمهور بشی؟ بسوز پدر احساس وظیفه رو. بله. وزیر خارجه چی؟ اونم خوبه. امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان، اینا همه کسایی که توی هلیکوپتر مردن دیگه. اگه اون قبلی ها نشد چاره چیه دیگه؟ باشه میشم سرتیم حفاظتم میشی؟ ای آقا جهنم ضرر، قبول. باشه جایگزین اون خلبانای ارتشیه که هلیکوپتر رو میروندن چی؟ نه والا این دیگه سخته، سواد میخواد. نه نه نمیشم. یکی از مجریان صدا و سیما مدتی رفتش خارج از کشور، یه سری فیلم های مستند درست کرد از جوامع مختلف. در یکی از اینا که قرار بودش این کار رو بکنه، اون خانومی که قرار بودش باشون همکاری بکنه، ببینین چجوری حواسش به حجاب نبود و اسلام داشته در خطر می افتاده و این بنده خدا چیکار میکنه. اوه اوه حسین این چی پوشیده؟ انا سوری آقا شما برو، خواهش میکنم شما رو فرمایید. چینج یور کلوز بیکاز وای ایتس مای نیم ادرس. یا یا ایتس نورمال فور یو بات ایتس نات فورمال فور اس اند فور اور مووی. اوکی اسلام رو نجات دادم در لحظه. چی بوشیده بود؟ اصلا نمیتونی سانسور نکنی. تو ذات سانسور کردنه. یعنی به این میگن سانسور در صحنه. بوی خرابه. یا Very good, very good. از بچه یعنی دیگه کافیه، یعنی بهترین. It's very good. It's very good. Thank you very much. But it is not necessary. It is not obligatory. Oh, but I like it. Yeah, yeah. احمدی نژاد دوباره کاندید شد. میدونه که البته شورای نگهبان ردش میکنه مثل دوره قبل، ولی برای جنجال این کارو کرده. مردم هم یادشون رفته این احمدی نژاد کی بوده. در زمان انتخابات 88 چه بلایی سر مردم، چقدر کشت و کشتار شد، چطور اومد رو تریبون وایساد مردم رو خس و خاشاک خوند. و حالا بماند رفیق صمیمی و جونجونی خامنه ای بود دیگه، اون اصلا آوردش سر کار. اینا بماند. ولی بعد رفتش این اواخر بوتاکس و اینام زد و قیافش رو عوض کرد، اومده در یه جایی که مردم دورش جمع شدن، خانومه اومده بهش میگه که ببین خوب شد این کار بوتاکس، قبلا هیچ مالی نبودی الان بهتره، نگاه کنین. اخ تا
اختلال احتکار یک مشکل روانی است که خیلی از زوجها درگیر اونن. فرد مبتلا به این اختلال نمیتونه هیچ وسیله‌ای رو دور بیاندازه و پاسخ منفی به اون بده و همه چیز رو نگر میداره. این افراد ممکن است به وسایل خود علاقمند شوند، احساس نیاز به آنها بکنند یا فکر کنند که شاید در آینده به آنها نیاز پیدا میکنند. این افراد معمولا در دوران جوانی یا اوائل سن بزرگسالی شروع به نشان دادن علائم احتکار میکنند. اولین قدم برای درمان دیدن همین کلیپیه که الان براتون پخش میکنم، چون که متوجه میشن که بیدلیل از سمت اطرافیان سرزنش نمیشن و اقدام به پاکسازی محیط اطرافشون میکنن. نگاه کنیم. خب دوستان عزیز گرامی، جیل ویزی های عزیز یا طرفداران دستگاه جیل باکس، اگر دوستان تمایل دارین دستگاه جدید جیل باکس رو بگیریم، به هر دلیل یا دستگاهتون خیلی قدیمی شده یا میخواین تکنولوژی بهتری رو استفاده بکنین، دستگاه های جیل باکس HT500 بهترین جوابه برای شما. شما میتونید با این شماره 818-451-5678 زنگ بزنید یا برید رو سایت mygelviz.com، نه glviz.com، mygelviz.com برید و سفارش. ولی بهتون توصیه میکنم بهترین راه و روش برای سفارش جیل باکس شماره تلفن 818-451-5678 است. برای اینکه به این شماره که زنگ میزنید اول همه کاراتون رو پای تلفن انجام میدین، کریدیت کارتتون رو میدین، آدرستون اینا رو میدید و کار انجام. اگرم قبلا دستگاه خریده باشین که همه اطلاعاتتون هست. و حسنش هم اینه که دیگه لازم نیست شما برید رجیستر بکنید، دوباره وقتی دستگاه اومد زنگ بزنید، فلان بکنید، این کارا رو بکنید. همه کار تنظیم هم میشه، ستاپ هم میشه دستگاهتون، به خصوص برای پدر مادرای عزیز دل که اگر یه موقع مشکلی، سوالی، کمکی هم داشته باشن، اگه دستگاه رو از این شماره بخرن، چون اطلاعاتشون موجوده، میتونن بعداً هم باز برای سوال کردن به همین شماره زنگ بزنن. این خیلی مهمه، چون پدر مادرها گرفتار میشن، یه موقع گیر میکنن یه جایی و مجبورن که یکی کمکشون کنه. فارسی زبون، انگلیسی زبان، به این شماره میتونین زنگ بزنین، سفارش دستگاه جیل باکستون رو بدین و گارانتی هم میشه که ارزان ترین قیمت رو میگیرین، یعنی $389 قیمتی است که شما دستگاه جیل باکس با زنگ زدن به این تلفن و تقدیم شما خواهد شد با کردیت کارتتون. دستگاه جیل باکس وارانتی داره وقتی به این شماره زنگ میزنین که اگه یه موقع دستگاهتون خراب شد، دستگاهتون رو مجانا عوض بکنن. در آمریکا و کانادا 1 سال، در اروپا 2 سال، و از همه مهمتر این که به این شماره که زنگ میزنید دستگاه رو سفارش میدین، تلویزیون پارس و برنامه این روزها رو هم حمایت میکنین. و چون میدونم ما رو خیلی دوست دارین، چون ما شما رو خیلی دوست داریم، فقط به این شماره زنگ میزنید که ما رو هم حمایت بکنین. و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس. مینورام یکی از ترانه های سیاوش قمشی به نام قریب رو براتون به زیبایی اجرا کرده که تقدیم میکنم به همه شما عزیزان دل. خدا نگهدارتون. شبی جدا شدی از چه زمین خاک تو لونه سایه ها شدی، کدوم غروب نشونی داد شب از کدوم جاده بیای، از عاشقای ره گذر
شونی منو بخواد. وقتی که حرف من نبود کدوم صدا در تو نشست؟